با سلام و درود احترام خدمت هموطنان در سراسر گیتی. اوضاع دنیا داره به هم از هم میپاشه، در این شکی نیست. ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه، ثانیه به ثانیه داره به طرف قهقرا میره، ولی من بحثم چیز دیگه است. خب اسرائیل اومد توی منطقه یه جولانی بده، یه دوزاری کاسب بشه که متاسفانه خوشبختانه کور خونده، چون دیگه هر چی خوندم کور خوندن دیگه. الان جای رسیده که باید بیان صاف و صادق باشن که وجودشون اینو نمیپذیره که صادق باشن. نمیتونن صادق باشن، نمیتونن، چون اینا اینقدر ظلم و جنایت و ستم و به خصوص در مثلا مال در دنیا کردن که وجودشون کج بار اومده، راهی غیر از این ندارند. اصل بد نکو نگرد از که بنیادش بد است. بگذاریم اسرائیل با حکومت آخوندی با همدیگه دارن شو اجرا میکنن، سیاه‌بازی را انداختن، جنگ زرگری را انداختن، چون هم اسرائیل در انتخابات شکست خورده، هم حکومت آخوند در انتخابات شکست خواهد خورد، شکی در نیست. کشتی رو زدن، نمیدونم ما ال کرده، اونا ال کرده، ما مرکز تحقیقات نمیدونم موساد رو زدیم. اینا همش بازیایی است که اینها البته نگفتن، اما اونا خودزنی میکنن، میگن این زده، اینا خودزنی، اون زده، که فعلا سر مردم رو گرم کنند. اما دیگه کور خوندید، واقعا کور خوندید. مردم دیگه باهوشتر از حرف هستن. این جنگ زرگری شما به درد عمتون میخوره، این سیاه‌بازی شما دیگه جاش اینجا نیست، تموم شده است، نخنما شده است، تاریخ مسئله تموم شده است. نه اینا اینجوری کردن اونجایی که مردم اوه با چه خبره جنگ، نه خیر، اسرائیل ارزه یک جنگ دو نفره دیگه نداره، آدم نداره، نیرو نداره، نیروشون دیگه نمیکنن، نیروش میگه چرا 70 سال بعد جنگی بابا، در کجا دیدی جنگ 70 سال بودن؟ برای چی؟ برای چی جنگ؟ برای چی تو 70 سال دستاوردمون چی بوده؟ در نتیجه کاری که روزا میکنه اصلا توجه قرار نه مرتجه قرار ندید، اصلا اهمیت ندید بهش، چون یه دینا میخوام این کاراش مردم بترسونه، ولی مردم دیگه از این مراحل گذروندند، رسیدن به فینال، اهمیتی براشون نداره. 100 تا کشتی هم دیگه بزنید، 100 تا مراکز هم دیگه بزنید، تیکه تیکه کنید هم دیگه رو به درک، واسه ما دیگه اهمیتی نداره. مردم حواسشون خیلی جمع تر از این حرف هست، خیلی جمع تر از این حرف هست. خاطرتون جمعه، جمعه، جمعه شد. واقعا ایرانی خارج کشور دست رو درد نکنه، شاهکار کرده. اکثر نقاط دنیا استفاده چین رو به لجن کشتن خوشبختانه، و این خیلی خوبه برای چینی که لرزان بود در حال اضمحلال. این کمک زیادی میکنه که در اذهان عمومی که مصرف کننده کارهای چینی هستند این اثر خوبی بذاره و نخرن، تتبش هم نخرن، و چین ملعون تمام دنیا بشه. این ارزش رو داره، لیاقتش همینه. خلایق هر چی لایق چینیا خودشون کردن. چینیا تا چند سال پیش نبود، 100 سال حزب کمونیست تشکیل شده، تا چند سال پیش نبود. از زمان ماو به بعد اینها هم از خون، از خونریزی و کشتار شروع کردن و ظلم و ستم، و الان همینه. و آخر عاقبتش دقیقا مشخصه چی خواهد بود: ذلت، خفت، دربدری، این کشور هم کشور رفتن، تن فروشی، گدایی، اعضای بدن فروشی و الی آخر. شکی درش نکنید، چون کسی که بنجور میفروشه خودش هم افکارش هم بنجور، رفتارش هم بنجور. کسی که آشغال میفروشه خودش هم آشغاله، از کوزه همان طرفت که در اوست. خب هند از برای افتادن موج بی‌سابقه دیگری از کرونا خبر داد. دوستان من بارها گفته بودم علم غیب هم نداشتم، روی اصول بهتون گفتم، روی بحث حکمت بهتون گفتم، بحث طب سنتی و اصول طب سنتی خدمت عرض کردم که این واکسن واکسن نیست، هر چی هست واکسن نیست، و الان دنیا رو دارن با آتش میکشن و کسایی که واکسن زدن 90 درصد به میل با خواسته خودشون، حتی بی نوبتی گرفتن واکسن زدن خودشون خواستن. البته نمیگم هر کی واکسن زد اتفاقش میفته، نه، یک سری افراد سالم بودن واکسن زدن هیچ اهمیتی نداره، اما یک سری افراد هستن که اینا مستعد خیلی مسائل دیگه بودن و رفتن واکسن زدن و الان دچار بلاها شدن که اون سرش ناپیدا. الان براتون چتش میخونم. نخستین محموله واکسن فایزر به بغداد رسید، ولی تمایل عمومی به واکسیناسیون در عراق کم است. بعد با بروز موج بی سابقه دیگر از موارد کووید 19 در یک شبانه در هند، روز دوشنبه 23 فروردین از برزیل پیشی گرفت.
و اکنون بعد از آمریکا دومین کشوری است که بیشتر موارد بیماری را گزارش کرده است. خدمت شما هستم که بررسی اولیه واکسن فایزر ممکن است تاثیر کمتری بر کرونا جهش یافته داشته باشد. اصلا تاثیر هم نداره. من یادم سال 1391 92 میلادی بود، آلمان بودم، یه فراخوان دادن که یک سری ماشین اوپل اینا دادن بیرون و دوچه نقص ریشه‌ای هست و این نقص ریشه‌ای باعث شد که ماشین همه رو فراخوان و جمع کنند. من اونجا بودم، به شوخی گفتم به بچه‌ها که چند روز سر از ایران در میارن. واقعا همینطور شد. و دیدیم که آقای حمیدان اسم یاد رفت اومد و با این اوپل رو خرید و به قیمت برد و به مردم ایران فروخت و فروخت تو نوبت هم فروخت. حالا بس اینجاست که اینها واکسنی که در اونجا فروخته نمیشه برابر نمیشه، اینا چی شدن؟ اینا همشون الان اومدن دارن توی به قول معروف چیز میکنن، به ایران دارن میرن، کشور دیگه دارن میبرن و ایرانی ها هم یه سری هستن که این نونخوری دلالی کثافت عادت کردن و اینا رو وارد میکنن و سعی میکنن بفروشن، اما دیگه از این خبرا نیست. البته کسی رفت خرید این واکسنه که اونجا واز است برای بخره بزنه، خودش خودکشی کرده، خودش کرده این کارو، خود کرده تدبیر نیست. تصویر از کشتی فلان متعلق به شرکت اسرائیلی پی سی سی که برخی منابع مدعی هدف قرار گرفتن در بندر فجیره شدند، که خلاصه اینها همش قصه است، بازی خود زدن ولی بازی خودشونه. باز ایرانی ها در کشورهای مختلف در بایرن آلمان و خیلی جاها جمع شدن که اینها واسه افتخار هستن واقعا و این همصدایی آزاردهنده است برای ابر ذلت ها، چون پشت پرده با هم شریک هستن ولی خب کم کم شراکتشون به هم میخوره. هدف قرار گرفتن یک مرکز اطلاعات و عملیات ویژه واسه موساد اسرائیل در شمال عراق، که اینم که دیگه خلاصه بازی خودشونه. رسانه‌ها به اسم صدا در آمدن آژیر هشدار در شرک سیارس نشین در نزدیکی مرز لبنان خبر دادن، که این هم باز بازی خودشونه. درخواست آمریکا برای توقف موقت استفاده از واکسن جانسون اند جانسون و واکنش کاخ سفید، که خب این جانسون اند جانسون اصلا مادرزاد مشکل داره، مادرزاد اصلا نمیتونه راهی درست، هر کاری میکنه اولش خلافه، توش یه آنورتی در میکنن، توش یه سیخی میکنن، بعد گندش در میاد و دیگه فایده نداره. نهادهای رسمی بهداشت و درمان ایالات متحده آمریکا پس از دریافته چند گزارش از مواد لخته شدن خون بالقوه خطرناک خواستار توقف موقت در واکسیناسیون با واکسن تک در دو تک دوز کووید جانسون اند جانسون و بررسی بیشتری مورد شدند. باز در مینیاپولیس یک بازیگر سیاپوسی کشته شد، که سرآغاز همون شورشی بودم گفتم بهت که در آمریکا راه خواهد افتاد بدون برو برگرد، بدون برو برگرد. من راجع به پادشاه و ملکه انگلیس صحبت خواهم کرد، نکته قشنگی توش رسیدم، توش یک تحلیل در نوع خودم ابتکاری دارم خیلی جالبه که به حکومتی بوینه بودن، چون انگلیس زمانی میدونید که آمریکا، کانادا، استرالیا اینا هم مستعمرش بودن، کل آمریکا مستعمرش بود. حالا بعد بهتون صحبت کردم، صحبت خواهم کرد و بعد نتیجه کار خواهم گفت، کار مهم است. توقف تزریق واکسن کره جانسون اند جانسون آمریکا، آفریقای جنوبی و اتحادیه اروپا به طور موقت تزریق واکسن کره جانسون اند جانسون را به دنبال مواردی از لختی خون متوقف کردند. دانمارک تا اطلاع ثانوی واکسن استرازنکا را از برنامه واکسیناسیون خود حذف کرد. وضعیت فولاده قرمز با بارکنی در رو است. واشنگتن پست از سر انفجاری مهیب در سایت نتنز و در بخش سانتریفوژها پیشرفته در حال گازگیری، کل سایت نابود و عملا سایت نتنز تعطیل و تشعشعات رادیواکتیو شهرهای قم، کاشان، نتنز، فراهان، آشتیان و ده ها شهر دیگر را از جمله پایتخت آلوده و وضعیت چرنوبیل در ایران تکرار شده است. تا جایی که رئیس کل انرژی اتمی که مشغول بازی در سایت های دیگر بود، بر اثر این انفجار مهیب در عمق 260 متری زمین ضمن سقوط از ارتفاع 8 متری وارد شدن به تشعشعات تشعشع به بیمارستان نامعلوم انتقال داده شده است. خدمت شما هستم که من
رجوع نتنز بهتون بگم دوستان، الان دارن میگن که ما 16 سال پیش وقتی سایت نتنز ساخته میشده، اون کسی که معمار اونجا بوده مهندس ساخته بوده، بمب‌ها رو اون زمان اونجا کار گذاشتند. پس شماها نبودید، شماها اون افرادی کار گذاشتن. کیا بودن؟ اسرائیل ادامه من بودم، بعیدم نیست بکن، چون ذاتش همینه و این تبعات خیلی سنگینی داره که من صحبت خواهم کرد که امیدوارم زودتر از زودتر حکومت مردم ساقطش بکنند، نابودش بکنند و زودتر این مسئله در بیاد که این بمب ها منفجر نشه، تخریب نشه و ما مردم ما با هزینه کمتری به اینجا برسند. مردم دارن به فکر به چیزهایی میرسن شوکه کننده که اصلا باورشون نمیشه، باید باورتون بشه. خودشون دارن میگه که 16 سال پیش بمب رو زیر ما کار گذاشتیم که اگه اینا رو انداختن ما بزنیم نابود کنیم. من به یک ماشین گفتم بهتون، ماشین یک کاری پس جاده وایسته هر جا بده کارش بود، اینا کارا نکنن، نمیکنن. اینها ذاتشون همین جنایتکار خونخوار پلید ملعون هستن، خوشو فرق نمیچرخه کشته بشن. وقتی اسرائیل میاد آدمای خودش رو میزنه، در تیرس قرار میده، کشیشو بزنن، اونو بزنن که چرا کشته بشن، بره اشک تمساح بریزه. حکومت ایران همینه، حکومت ایران دقیقاً دوباره همون هست. این چیزی نیست که به همون هست، ولی خوشبختانه انسجام مردم، شناخت مردم و انگیزه مردم نسبت به مسائل داخل کشور روز به روز داره بالاتر میره و به اونجا یک باید برسه میرسه. بله. من کلیپ دیگه خواهم گفت در مورد انگلیس، در مورد مسئله روز و وضع اقتصاد خواهم گفت که الان باید بعضی بانک ها داره ورشکست، ما اعلام میکنم به زودی شما چه بکنید. اینا حتما صحبت خواهم کرد، در خدمتون هستم با تمام وجود. کلیپ قبلی گذاشتم گفتم دردناکتر کلیپ، واقعا روح و روان من رو به هم ریخت. اون کلیپ نشان دهنده ماهیت و ذات ابرذلت است. خیلی خوبه جوان ما دیگه به اینا اهمیت ندن، بفهمن که اینا تا حالا با تبلیغات، با جانماز آب کشیدن، با گرگ در لباس میش رفتن و خیلی مسئله دیگه خودش مطرح میکردن، اما همیشه آفتاب پشت ابر نمیمونه، در میاد، کلان در اومده و روز به روز بیشتر در میاد. ایام بکن، روزگار خوش.